همین که سیر رو رد کرده باشید میدونید که دیگه لاغر شدن مثل قبل راحت نیست و از کم کردن دیگه کار سختی میشه اصلا نمیتونیم مثل نوجوانی غذا بخوریم اگر مثل قبل غذا بخوریم هفته 5 کیلو اضافه میکنیم یا و از کم کردن دیگه کار فوق العاده سختی میشه چرا میگن که سوخت و ساز بدن یا همون متابولیسم کند میشه اما بازم چرا چرا نمیتونیم با همون سرعت قبل لاغرشیم یا همون اندازه قبل بخوریم چرا متابولیسم کن میشه با من باشید تا جواب این سوالات رو پیدا کنیم درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو کنار هم میذارم و با شما به اشتراک میذارم امروز میخوام راجع به متابولیسم یا روند سوخت و ساز بدن صحبت کنم. مثل همیشه هدف دادن یه لیست که برید حفظ کنید نیست. پس اول با هم مفاهیم مهمی رو مرور میکنیم. باید بدونید که از نظر ژنتیکی فرق خاصی بین من و شمایی که در این زمان زندگی میکنیم و خدا بیامرز پدر پدر بزرگمون و حتی افرادی که 35 هزار سال پیش زندگی میکردن وجود نداره تمام هرمون های ما با اونها اما کاملا متفاوت است چرا اینقدر دور؟ آرنولی که خیلی میشناسید دو پسر داره فکر میکنید جیان هاشون با همدیگه که فرق میکنه؟ قریب به 99 درصد خیر اما هرمون هاشون چی؟ قریب به 99 درصد بله و نتیجه کار هم مشخص است. اما میخوام با یه ترازو در بدن آشنا بشید که متابولیسم رو این دفعه یک بار برای همیشه اصولی یاد بگیرید و دیگه فراموش نکنید خب متابولیسم در اصل برایند دو فعالیت یا دو دسته هورمون هست آنابولیسم و کاتابولیسم دسته اول انرژی از عروغ گرفته و تبدیل به چیزی در بدن میکنه عموما چربی یا هر نوع بافت به در بخور دیگه ای دسته دوم یه چیزی در بدن رو همون چربی یا هر نوع بافت به درد نخوری رو میسوزونه و فدای مصرف مغز و ارگانهای دیگه میکنه که گلوکوز دوست دارن پس اولی سمت راست ذخیره میکنه دومی سمت چپ مصرف میکنه تفاوت این دو در آخر هفته مشخص میکنه که ما لاغر میشیم یا چاق این اسمش رو بذاریم کلنگ یا ترازو تقریبا میشه معادل همون کالری دریافتی و کالری مصرفی تقریبا نه کاملاً و چراش رو و چرا همچین اسمی براش گذاشتم رو هم متوجه میشید کالری بیشتر دریافت کنید چاق میشید و اگر کمتر لاغر خیلی ساده است تا وقتی که دیگه نیست و کی دیگه نیست وقتی که یه سنی ازتون بگذره عموم ویدیوهای من از کافی و مشکلات خودم میاد و بیشتر مناسب افرادی هست که 27 یا 8 رد کردن اگر جوون هستید احتمال خیلی زیاد کلا مقوله لاغری براتون توی یک کالری دریافتی کمتر و سوزوندن بیشتر خلاصه میشه حتی همه و همه در یک کلمه و اون نقصان کالری البته شد دو تا ولی خب همین کالری دفیسیت یا نقصان کالری در آخر شما رو لاغر میکنه حالا میخوای پیتزا بخور بستنی یا چی کی توی 20 سالگی به سلامتی اهمیت میده احتمالا نه خیلیا. در این سن متابولیسم عموم افراد انقدر بالا و خوب هست که هرچی به بدن بدی آخ نمیگه اما این سیستم خوب کار میکنه تا جایی که دیگه کار نمیکنه انقدر رعایت نمیکنیم که یواش یواش کارایی خودش رو از دست میده شما مثل قبل میخورید خوراک و حجمتون همونه ورزشتون هم همونه اما دیگه وزن ثابت نمیمونه و هی میره بالا حتی از اون بدتر وزن ثابت میمونه اما سایزتون میره بالا چرا بدترش رو توی قسمت 22 پیش دیابت ببینید که متوجه میشید کجا هستید و به کجا دارید میرید اما بریم ببینیم چرا دیگه مثل قدیم نمیتونیم بخوریم چی میشه که این سوخت و ساز بدن کند میشه خب خیلی غیر علمی بخوام بگم این بدن یه ماشینه که تا وقتی نو هست خوب کار میکنه اگر بهش رسیدگی کردید تمیزش کردید مرتب و به موقع روغنش رو عوض کردید خب سالهای سال با همون راندمان بالا کار میکنه و شما از نشستن توش و رانندگی باهاش لذت میبرید اما همین که تمیزش نکردید هر روغن بیخودی ریختید توش یا اصلا نریختید یا به کل رسیدگی نکردید خب بعد از یه مدت دیر یا زود میدونید چی به سرش میاد و قطعا راندمان کاری اون ماشین پایین میاد اینجاست که کالری دریافتی و مصرفی دیگه خیلی ارزشی نداره پس یه جای دیگه کار ایراد داره که در ادامه خدمتون میگم که چی میشه این تنور درون ما یواش یواش کم حرارت میشه به یه چیز دیگه اشاره کنم باید بدونید که کاهش وزن فوق العاده چیز غیر طبیعی برای بدن ما انسان ها هست شما میخواین وزن کم کنید اما بدنتون هی میگه چرا مگه بیرون چه خبره قراره بمیریم نمیخوام چربی همو بدم برای روز مباداست با هزار بدبختی اینا رو جمع کردم دل کندن از چربی ها برای بدن خیلی سخت است و این ریشه در تکامل انسان داره مثل فردی که استرس گم شدن یا آنلاین نبودن داره و هیچ وقت نمیذاره گوشیش شارژ تاون کنه ارتباط این دو رو میتونید در قسمت دوم یعنی روند افزایش وزن یاد بگیرید یا از اون بهتر شاید بشه گفت خانم خونه ای که نمیخواد تلاش رو بفروشه باید واقعا شرایط سختی باشه وگرنه چرا باید این کار بکنه اما بریم سر اصل مطلب برگردیم به اون ترازو باید بدونید که بدن انسان با تمام وجود تلاش میکنه تا این تعادل رو حفظ کنه به عبارتی وزن این دو تیم در آخر یک اندازه باشه این الا کلنگ کاملا عمودی بمونه به هر قیمتی که شده البته برای فردی که سن رشدش تموم شده برای یک کودک مثلا سه ساله قطعا سمت راست ترازو باید مقدار کمی سنگین تر باشه. اگر ویدئوهای قبلی رو دیده باشید الان هرچ میزنید که گاو پیشونی سفید این جمع چیزی نباشه جز انسولین. که میگم چرا همه ای آتیشا از زیر سر همین هورمون هست وقتی به هر دلیلی که مثال هاش رو در ادامه خدمتتون میگم تعادل این ترازو به هم بخوره بدن دو راه بیشتر نداره تا دوباره به تعادل برسه به فرض که سمت راست به واسطه انسولین زیاد سنگین شه بدن شروع میکنه به تطبیق دادن خودش با شرایط جدید و دو راه هم بیشتر نداره یک یا از همتیمی های انسولین بزنه یعنی هرمون های رشد و هرمون های جنسی رو کمتر کنه که برایند سمت راست کمتر بشه و تعادل برقرار بشه یا دو تیم سمت چپ رو تحریک کنه که زیاد شن با بالا بردن یه سری از هرمون های گلوکاگان استروئید یا تیروئید سمت چپ هم سنگین شده و تعادل باز برقرار بشه این تمام مقوله متابولیسم و کند و تند شدنش است این تیکه رو هم از خودم اضافه میکنم و خیلی شاید علمی نباشه بیشتر برای اینکه متوجه بشید فرض کنید کل این ترازو هرچی سنگین تر بشه پایین تر بیاد و در نتیجه متابولیسم کنتر بشه هرچی کلیتش سبکتر بشه بالاتر بره تو نمودار فرضی ما و متابولیسم تندتر بشه حالا تو مثال ها میرسیم که یعنی چی اما بریم سراغ مواردی که شناخته شده این متابولیسم رو کند میکنه اولین مورد که خیلی شنیدید بالا رفتن سن هست یه جورایی هم همه میگن که انگار یه حکمه و ما هیچ نقشی درش نداریم یعنی هر شمی که فوت میکنیم یه جورایی متابولیسم به صورت اتوماتیک یه درصدی کمتر میشه خب اینطور نیست این همون داستان ماشینه برمیگرده به اینکه ما با این بدن ماشینی که برنده شدیم برای چند سالی که روی زمین هستیم چطور رفتار میکنیم بهش رسیدگی نکنیم خب مسلما کیفیتش به شدت افت میکنه پس فقط به صرف بالا رفتن سن نباید تسلیم شد که همینی که هست هرچند برخی محدودیت ها طبیعی هست اما در آخر این ما هستیم که مشخص میکنیم بدنمون چقدر سرحال باقی بمونه و خب فرد به فرد احتمالا یکی یا چند مورد از هورمونهاش کم یا زیاد میشه این ترازو جابجا جا میشه در آخر باز این ترازو که همون ترازوی هورمون های ما هست مشخص میکنه ما در چه وضعیتی قرار بگیریم از نظر متابولیسم مورد دوم اما خیلی جالبه و اون رژیم گرفتن هست شاید تعجب کنید اما وقتی که به شدت کالری دریافتی رو کم کنید متابولیسم هم کن میشه چرا خب بدن یه ارگانی هست که مدام وقتی میگم مدام یعنی نزدیک به دونیم میلیون سال مدام سعی به زنده نگه داشتن نسل انسان داشته و داره پس نمیاد بیشتر از چیزی که بهش دادید مصرف کنه سعی میکنه دخل و خرج خودش رو با هم دیگه تطبیق بده فرض کنیم ماهی ده تومن درآمد دارید و یه پس انداز 100 میلیونی حالا چند ماهی درآمدتون کمتر شده فرزن 9 میلیون خیلی تغییری در مدل زندگیتون نمیدید خیالتون راحته که برای 100 ماه میتونید با این وضعیت سر کنید اما اگر درآمدتون شد 5 میلیون یه استرسی میگیرید و شروع میکنید به کم کردن خرجتون در زندگی روزمره این همین کاری هست که بدن میکنه خودش رو تطبیق میده با چیزی که بهش میدید که از ذخایر ارزشمند چربی خودش پس اندازش استفاده نکنه چشم که نداره فکر میکنه تو قار زندگی میکنیم و زمستون سختی در راهه که ممکنه هیچی گیریش نیاد و این چربی ها رو ول نمیکنه برای اون روز اما خب میدونیم هیچ وقت همچین روزی نمیاد علمی تر بگم در ترازویی که خدمتتون معرفی کردم به این معنی هست که سمت راست سبق شده درآمد ورودی ما پس بدن باید از یه جایی بزنه تا به تعادل برسه میتونه برای مثال از هورمون های تیروئید کم کنه و به تعادل برسه اما وقتی درآمد شما به تقریبا صفر برسه خیلی جالب میشه که رسما میشه معادل فصل یا روزه که در قسمت سیوم راجع به 130 ساعت روزه خودم صحبت میکنم و اونجا میبینیم که چه اتفاقاتی در بدن میفته مورد سوم ورزش خیلی سخت است بیش از حد ورزش کردن به طرز عجیبی با سوخت ساز شما رو به هم میریزه در نگاه اول شاید عجیب باشه ولی بیاین در قالب همون مثال قبل و ترازو ببریمش این دفعه درآمد شما همونه ده تومن و خرج ماهیانه شما یه دفعه خیلی بالا رفته شده 15 تومن اینجا بدن با خلاقیت خاص خودش میاد تمام فعالیت شما رو با خرج کمتری انجام میده میره از سابخونه بگیر تخفیف میگیره تا بقال محل بعد بعد از دو ماه میبینید که خرج شما باز میاد روی همون ده تومن علمیتر بگم باز بدن خودش رو با شرایط جدید تطبیق میده پس در عمل اون ورزش های سخت شما بعد از یه مدت دیگه بیفایده میشه نه که کاملا بیفایده بشه منظور که کمکی به کاهش وزن نمیکنه البته که به نوع ورزش هم بستگی داره نه فقط شدت که در قسمت بعد بهش میرسیم این مورد رو هم در ترازو ببریم سمت چپ ما مصرف ما به شدت زیاد شده ورزش خیلی بیشتر یعنی استرس خیلی بیشتر و هورمون استرس یعنی کورتیزول هم تعادل ترازوی ما رو به هم میزنه پس بدن میاد با ترشح گریلین زیاد همون هورمون گرسنگی شما رو مجبور به خوردن میکنه دوباره سمت راست هم سنگین میشه و این تعادل برمیگرده اما ترازوی ما به کل مقداری سنگین شده و باز کنتر اشاره کنم که از حرفای غلطی که خیلی زیاد هست و اون اینکه ما باید با افزایش سن و کند شدن متابولیسم ورزش رو بیشتر از قبل بکنیم یه جورایی کند شدن متابولیسم از طرف سن رو بیایم با ورزش جبران کنیم خب ما تا کی باید هی فعالیت ورزشی رو شدیدتر بکنیم اصلا منطقی هست که سال به سال که پیرتر میشیم شدیدتر از قبل ورزش کنیم که اون متابولیسم خراب شده رو جبران کنیم کاربرات ماشین مثلا داره کیپ میشه هی پرگاستر بریم خب مگر چقدر میشه هیگاز بیشتری داد یه سخفی داره باید اولویت رو از روی ورزش برداریم و روی تقضیه بذاریم بعد دیگه نیازی نیست چندین و چند ساعت روی ترد میل بریم و بی خودی خوشحال نشید که البته که این به این بنیه ورزش کردن نیست نه منظورم این نیست که اصلا ورزش نکنید منظورم اینه که سعی نکنید اون رژیم خراب اون خوراک بد رو این دفعه با ورزش زیاد جبران بکنید چون طی این پروسه از یه طرف دارید خوراک بدی مصرف میکنید فقط دارید سود میدید به شرکت های مختلفی که خوراک دارن خوراک بد دارن تولید میکنن دارید اونها رو ساپورت میکنید از طرف دیگه مجبورید که بیشتر و بیشتر توی باشگاه وقت بگذرانید پس دوباره دارید هزینه میکنید برای این دفعه باشگاه و ورزش و سلامتی خب چرا از اول کمتر بخورید که کمتر هم مجبور باشید ورزش بکنید لابلا این موارد چیزایی رو هم میارم که اگر جستجو کنید میبینید ولی منطقی نیستن مورد چهارم که غلط هم هست برمیگرده به حجم بدنی کوچکتر یعنی هر چی کوچکتر باشید متابولیسم کنتر هست که اصلا با عقل جور در نمیاد یک اگر اینطوری باشه که هرچی چاختر و بزرگتر شیم باید متابولیسم سریعتر بشه که میدونیم اینطوری نمیشه دو متابولیسم اصلا یعنی برایند اول ویدیو گفتم وقتی جستتون کوچیکتره یعنی مصرفتون کمتره یه خانم 50 کیلویی مصرف انرژیش خیلی خیلی کمتر از یه آقای 90 کیلویی هست ولی در آخر برایند هست که مهمه حجم بدن کوچیک باشه به با اندازه خودتون بخورید چرا باید متابولیسم کند پس کاملا بی منطق و پای و اساس است و فعلا من میتونم ردش بکنم حالا ببینیم در آینده چی میشه ژنتیک مورد بعدی هست که لزوما و کاملا درست نیست این یه روشه که ما فقط خودمون رو گول بزنیم اگر وزن من اینه اگر شرایطم اینه فقط به خاطر ژنتیک هست تقصیر من هم نیست در اصل این مورد برای رفع مسئولیت هست در خیلی زمینه های دیگه هم استفاده میشه و خب تا حدود زیادی غلط هست قطعا منکر تاثیر ژنتیک نمیشم داشتن یه ژن به خصوص شما رو تا حدودی به مدال المپیک یا کبد چرب نزدیکتر میکنه فقط تا حدودی بقش با خود شماست چیکار کنید چطوری زندگی کنید و به چه سمتی برید این ژنتیک یعنی شما توانایی بیشتر یا کمتری در تولید یک دسته هورمون دارید و باز همه چی برمیگرده به تعادل هورمون ها شاید بگید که خب من همون بیماری هایی رو دارم که پدرم داره پس همش کار ژن هست برای شما دو جواب دارم یک آیا شما برای حداقل 20 سال توی همون خونه پدری همون چیزی که پدرتون میل کردن میل نکردید پس چه انتظاری از نتیجه دارید قاعدتا با دنبال کردن سبک زندگی پدر باید نتیجه هم همون بشه که چه بسا ها خیلی هامون به سالمی نسل قبل هم حتی غذا نمیخوریم مورد دوم جای اینکه اینقدر به خودمون ژنمون و شانسمون لعنت بفرستیم به فرض اینکه درست باشه این داستان چرا به عنوان یه تقلب بهش نگاه نکنیم یه نگاه به پدر مادر عزیزتون بندازید چه مشکلاتی دارن خب یاد بگیرید راجع اون بیماری ها و سعی کنید اون سمتی نرید دست کم 20 سال عقبتر هستید به میگه 20 سال دیگه یه پیچ خطرناک میاد جلوت عوض این که اینقدر ناراحتی کنید که خب وای با این پیچ چی کار بکنم خب خودتون رو برای اون پیچ سخت آماده کنید همین مورد بعد هم کبد چرپ هست که نسبتا غلطه چرا خب این مثل داستان این میمونه که اول مرغ بود یا تخم مرغ اول کبد چرب میشه بعد متابولیسم کن یا برعکس با توجه به داستان هورمون ها و انسولین اگر ویدیوهای مربوط به کبد رو دیده باشین الان مثل روز براتون روشن هست اگر ندیدید هم نگران نباشید میگم قبلا گفتم که انسولین زیاد باشه متابولیسم کند میشه اما با زیاد بودن انسولین در بدن چه اتفاقی میافته؟ بدن مرتب در حالت جمع کردن چربی هست این جمع کردن چربی یعنی تبدیل گلوکوز خون به همراه تمام قندهای دیگهی که میل کردید مثل فروکتوز، ساکروز و لاکتوز تماما به عهده کبد هست پس با مصرف قند بالا نه تنها انسولین رو بالا میبرید بلکه فشار زیادی به کبد میارید در نتیجه نه تخم مرغ اول بوده نه مرغ هر دو با هم بودن این دو یعنی کبد چرب و متابولیسم کند علت و معلول همدیگه نیستن بلکه فقط همزمان اتفاق میفتن چون در اصل هر دو حاصل انسولین بالا هستند. استرس مورد بعد هست استرس و هورمون استرس به اسم کورتیزول کفه سمت چپ ترازو رو سنگین میکنه در نتیجه بعد از مدتی بعد از مدتی که استرس مدام باشه دیگه نه استرس مقطعی بدن باز تعادل رو با افزایش هورمون های سمت راست درست میکنه و خب متاسفانه به افزایش انسولین چراش رو در قسمت هشتم راجع به استرس و پرخوری گفتم برید اونجا حتما ببینید که مفصل توضیح دادم راجع به پرخوری های عصبی اما مصرف قند و کربوهیدرات های فراوری شده مورد بعدی و رسما مهمترین مورد لیست ما هست چون برمیگرده به گاو پیشونی سفیدمون یعنی انسولین مصرف این مواد فوق غیر طبیعی برای بدن انسان قند خون رو با سرعت زیادی بالا میبره و در نتیجه انسولین با سرعت زیادی بالا میره این سرعت زیاد در آخر باعث میشه کارایی انسولین کم بشه و مقاومت به انسولین در بدن پیش بیاد که بهش پیش دیابت هم میگن سه قسمت تا به حال بهش اختصاص دادم قسمت های 19 22 و 23 ببینید که برای جلوگیری از دیابت و کاهش وزن میتونه خیلی بهتون کمک بکنه وقتی حجم انسولین خیلی زیاد میشه مدام این کفه راست ترازوی ما سنگین تر میشه و بدن مدام از طرفی در حال انبار کردن چربی و از طرف دیگه در تلاش برای برقرار کردن مجدد این تعادل هست در این عدم تعادل سخت گفتم که بدن دو راه بیشتر نداره یا از هم تیمی های انسولین کم کنه یا به زور هم که شده به سمت مقابل اضافه کنه چند تا مثال میزنم یه راه بدن بالا بردن کورتیزول و استروید هست که میشه کوشینگ سندروم که علائم این بیماری رو میذارم انقدر زیاد هست که آدم هاج و واج میمونه و این علائم با خیلی از بیماری های دیگه یکی هست چرا چون از یک عدم تعادل هورمونی همگی میان اگر بدن بیاد هورمون گلوکاکان رو زیاد بکنه که خیلی شایع نیست فشار خون بالا میره مشکلات پوستی به وجود میاد کمخونی و دیابت دیابتی که همراه با لاغری هست و از طرفی حالا بیایم یه مثال از سمت راست بزنیم یعنی بازیار شدن حجم انسولین بدن بیاد از کار هم تیمی های اون کم کنه اولین اتفاق که میفته کم شدن هورمون رشد هست اولین کار این هورمون رشد قد ما هست ساختن استخوان و ماهیچه که خب زیادی انسولین داشتن رشد ما رو به صورت عمودی متوقف کرده اما به صورت افقی ادامه میده شاید باورتون نشه ولی من چون احترام خیلی زیادی برای اقوام و نزدیکان و عزیزانم قائل هستم دروغ تو این کانال جایی نداره چون میخوام فردا روزی روم بشه توی صورتشون نگاه بکنم سردرش زدم که والا دکتر نیستم اما چیزی که برای من جالب و الان علتش رو حدس میزنم این هست که قد خود من در چهار سال گذشته یعنی بعد از سی سالگی دو سانتی متر بلندتر شده رشدی که اصلا شایع نیست و خب در سه سال اخیر من شدیدن و مدام سعی بر این داشتم که این هورمون انسولین لعنتی رو با روزه های طولانی کنترل کنم شاید واقعا نمیتونم ثابت کنم یا به قطع بگم شاید یه علت به همین هورمون رشد برگرده قطعا معنیش این نیست که قد شما هم ممکنه بلند شه ولی هیچ تاثیر روی قند نداشته باشه حداقلش اینه که استخوانها و ماهیچه های بدن جون تازه میگیرن. گیرن خواص هورمون رشد انقدر زیاد هست که مردم در سنین بالا به خودشون تزریق میکنن جنس خوبش میتونه ماهی 7 تا ده هزار دلار براتون خرج برداره اما بهتون نشون میدم چطور به صورت کاملا رایگان و فقط با روزه گرفتن این هورمون رو در بدنتون تقویت کنید. دنبال کنید تا به اون هم برسیم. دور نشیم از اصل موضوع یه راه دیگه بدن برای حفظ تعادل کم کردن هرمون های جنسی هست خیلی مشخص و ثابت شده هست که با افزایش وزن یا همون انسولین تستسترون و در نتیجه میل جنسی کم میشه این دوتا یعنی انسولین و اضافه وزن رو از همدیگه جدا نبینید افزایش انسولین باعث افزایش وزن میشه هیچ استثنایی نداره برعکس شاید لزوما درست نباشه ولی این یکی همیشه درسته مادامی که انسولین در بدن ما هست ما چربی آب نمی کنیم اگر گلوکوز اضافی بمونه در بدن به چربی تبدیل می کنیم ولی به هیچ عنوان چربی آب نمیشه یعنی ما لاغر نمیشیم یه پرانتز باز کنم از اون جایی که دوست دارم کلیت رو ببینم کل تابلو برای کاهش میل جنسی یه علت دیگه هم میتونه این باشه که فرد دوپامین یا هورمون خوشحالی زیادی از خوردن و قند میگیره و دیگه دنبال رابطه جنسی نمیره دقیقا مثل اعتیاد فرد معتاد انقدر درگیر اون ماده مخدر میشه که هیچ چیز دیگه ای بهش لذت نمیده وقتی هم خیلی دنبال رابطه جنسی نریم بدن میگه خب ظاهرا خیلی به این مورد نیاز نداریم کمش کنید فعلا تا کارمون را بیفته این لذت ها و انتخابشون از تاثیر این موارد مختلف بر جلوی پیشانی و هورمونی به اسم دوپامین میاد دوپامین یکی از قشنگترین موضوعاتی هست که تا به امروز آپلود کردم خودم خیلی دوست دارم و تاثیرش توی زندگی خیلی زیاده حتما توصیه میکنم اون قسمت رو ببینید پس در آخر مورد اصلی که سوخت و ساز بدن یا به عبارتی متابولیسم ما رو نابود میکنه چیزی نیست جز انسولین و در نتیجه اون مقدار و نوع قندی که مصرف میکنیم در صد سال اخیر همه سعی کردن یک رژیم ایدئال پیدا کنن مدیترانه خوبه چون سبزیجات میخورن ها خوبن چون برنج میخورن آه نمیدونم ایتالیایی ها که سالمن همش کربوهیدرات میخورن و و و و حقیقت اما اینه که هر فرهنگی مادامی که غذای اصلی خودش رو میخورده متابولیسم خوبی هم داشته بعضی فقط ماهی بعضی فقط گوشت بعضی فقط سبزیجات و حبوبات بعضی پرچرب بعضی کمچرب اینا شاید در نگاه اول هیچ وجه مشترکی نداشته باشن و گیج بشیم اما بیشتر دقت کنید میبینید که هیچ کس دانمارکی نمیخورده یعنی شیرنی جایی نداشته به اون صورت در سفره عموم مردم از طرفی کربوهیدرات فراوری شده ای هم نبوده این دو مورد هستند که در صد سال اخیر انسان به مقدار خیلی زیادی استفاده کرده اینه که تمام اون کشورهای سالم هم همگی دارن اضافه وزن پیدا میکنن همون ایتالیا به فرض که یکی از کشورهای سالم دنیا بوده درسته که افراد بالای 60 سال خیلی سالم و ورزشکاری داره اما نسل جدید شدیداً با اضافه وزن دست و پنجه نرم میکنه چرا که نسل جدید دیگه مثل قدیمی ها در خوردن رعایت نمیکنه و مرتب دنبال مواد غذایی فراوری شده و راحت هست پس هرمونهاش هم به هم میریزه در نهایت متابولیسم کند میشه به اصطلاح و کلی مشکلات دیگه پشبندش برای انسان به وجود میاد برای درست کردن متابولیسم میتونید از همین امروز قند شیرینی و کربوهیدرات های فراوری شده را حذف کنید ما در دورانی بزرگ شدیم که شنیدن این جمله سر را دو کیلو شیرینی بگیریم کاملا عادی بود ولی امیدوارم روزی بیاد که این جمله خیلی زشت باشه بیشتر منابع این قسمت از انسان فوقلادهی میاد به اسم دکتر جامناداس ایشون و گروه گالن برای اطلاع رسانی در راجب مزرات قن خیلی در تلاش هستند و سمینارهای خیلی جالب میذارن کلا شخصیت دوست داشتنی داره که اگر دنبال منابع انگلیسی هستید حتما برید صحبت هاشون رو گوش کنید اگر نه من رو دنبال کنید که به مرور مطالب جالب ایشون رو توی کانال میارم ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما لینکش رو برای اون عزیز بفرستید شاید بهشون کمک کرد امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه و با تنی سالم از دکتر و هزینه های غیر ضروری دور بمونید موفق باشید تا بعد وقتی به هر دلیلی یکی یک... زنی...